سلام سلام، من بابای زئوس هستم. آره، خود خود باباش. در مجموعه برنامه های مرتبط با قرآن کریم در برنامه شماره 7 به این موضوع پرداختیم که آیا تفاوت رسم الخط ها تحریف حساب میان؟ و در ادامه اثبات شد که تفاوت در رسم الخط ها هیچ آسیبی به قرآن نمی رسونه. بعد از ارائه برنامه هفتم، برخی از دوستان پرسیدن که آیا این رسم الخط ها به ریاضیات قرآن آسیبی نمی رسونه؟ پاسخ اینه که خیر، حتی خود ریاضیات هم روش های نگارشی مختلفی داره. برای مثال، شما میتونید عدد 4/3 رو به این صورت هم بنویسید، 1 1/3. همین عدد رو میتونید به این صورت هم بنویسید، 1 به علاوه 1/3. و همینطور به این صورت، 1.333333 الاخر. بنابراین روش های نوشتاری مختلف مشکلی ایجاد نخواهد کرد، چون همه اینها یک معنی رو میدن و ما را به یک پاسخ میرسونن. در قرآن هم به همین شکل کلمات ممکنه روش های نوشتاری مختلفی داشته باشن. برای مثال، کلمه علام رو میشه به صورت علام هم نوشت و الف مقصوره بالای لام نشون میده که این کلمه علام هست و نه علمه. و همینطور کلمه بلقداته که به صورت بلقداته هم نوشته میشه. در ادامه مباحث، در برنامه شماره 12 اثبات کردیم که قرآن امروزی همون قرآنی است که در دوران پیامبر اسلام نوشته شده. ما با روش سالیابی رادیو کربن قرآن‌های متعلق به قرون مختلف رو تا به دوران پیامبر بررسی کردیم و با مقایسه اونها با قرآن‌های امروزی متوجه شدیم که این قرآن‌ها هیچ تفاوتی با قرآن‌های امروزی نداره. تعدادی از این قرآن‌ها رو میتونید در کتابخانه کانال تلگرام بابای زئوس مشاهده کنید. در این برنامه قصد دارم تا شما رو با قرآن‌های موسوم به قرآن صنعا آشنا کنم. با شنیدن نام قرآن صنعا، کمتر کسی است که یاد شبهه‌ای که از زبان ضد دین‌ها و فلسفه بافان شنیده نیفته. اجازه بدید که خلاصه این شبهات رو از زبان خودشون بشنویم. یک مسجدی هست به نام مسجد صنعا، مسجد خیلی 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 قدیم. کارگران اونجا کار می‌کردن در روزگار سال 1972. بعد رفتن زیر سقف که تعمیرات کنن، یک مش کاغذ اینا اونجا دیدن. اینا رو گذاشتن تو این کارتونه بود، گذاشتن قاطی سیب زمینی ها، یه مشکل نمیدونم سیب زمینی اونجا چه میکرده اینا، و گفتن کاغذ های بیهوده است. و خبر رو رساندن به رئیس باستانشناسی یمن، و این مرد آمد و مرد دانایی بود و نگاه کرد و گفت این چیز مهمی باستی باشه، همینجا نگرش دارین لطفا، و استمداد بین الملل کرد. البته خیلی طول کشید و سرمایه گذاری شد و پروفسور پوین و همدستاش، در واقع اسیستانهاش، آمدن و اینها رو نگاه کردن و خوند این خط رو و دید قرآن، قدیم ترین قرآن. بعد از کمیستا و لابراتوارها استفاده شد، معلوم شد از دوران محمد است. در واقع میکروفیلم تهیه کرد، 40,000 میکروفیلم اینها رو برداشتن و بردن آلمان و پروفسور شروع کرد این رو خوندن. اون چه به دست آمد این است که 1/5 قرآن یک سره بیمعنی است. میگوید که اصلا در عربی هم معنی ندارد و ما یک مرد مبارز آزاده داریم به نام ابن براق. امروز هنوز تحقیقات پروفسور پوین به چاپ نرسیده، خیلی خیلی کار بزرگی بوده، اما ابن براق بخش هایی از مصاحبه های پروفسور پوین رو در یک کتابی آورده. یعنی این منبع دهی این عزیزان اساس روش منبع و مأخذدهی و کلن روش تحقیق رو نابود کرد. فکرشو بکنید، یه پروفسوری که بعد از گذشت حدود 44 سال از کشفش در یمن هنوز کتابی ننوشته، بعد یکی دیگه که اصلا معلوم نیست کیه و تنها یه اسم مستعار به نام ابن براق از خودش ارائه داده، میاد یه کتاب مینویسه و به اون پروفسوری که هیچ منبعی از خودش ارائه نداده استناد میکنه. بعد یه عده دیگه هم میان به استناد از این ابن براق که معلوم نیست کیه و مطالبش رو از کجا آورده کتاب می نویسن، و بعد توی ویکی‌پدیا که یه بچه 10 ساله هم میتونه توش مطلب بنویسه مطلب میذارن و این میشه منبع موثق اینها.
یعنی خودتون رو کشید با این منبع تراشیاتون. من فکر می کنم که عده‌ای بهتر باشه به جای اینکه دنبال 4 تا سایت غیر معتبر و چند تا کتاب بدون شناسنامه رو بگیرن، دنبال حقیقت باشن و با روش علمی و آزمایش و تحقیق خودشون به نتیجه برسن. خب اجازه بدید که بریم سراغ همین صفحه قرآنی که این آقا نشون داد تا ببینیم که آیا با قرآن‌های امروزی تفاوتی داره؟ این ویکی‌پدیا و این هم صفحه مورد نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلسفه بافان گرامی بهتر بود که به جای اینکه اینقدر هی پشت سر هم از خودشون سوتیای جدید ارائه بدن، حداقل قبل از ارائه این افسانه هاشون میرفتن و یه نیمچه تحقیق میکردن و اینو نشون نمیدادن. آدم که نباید هر جا هر چیزی دید که بیاد سریع نقل کنه. این همه ضد دین و فلسفه باف دیگه رو هم سر کار بگذاره. بحث قرآن سنا نقل مجالس ضد دین ها بود، اما الان مشخص شد که همشون سر کار بودن. این هم صفحه دیگه یه که باز توی ویکی‌پدیا اومده. مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. جالب نیست؟ شما در حال مشاهده قرآنی هستید که 1400 سال قبل مردم میخوندنش. میبینید که حتی در یک کلمه هم تفاوتی با قرآنهای ما نداره. من دلم میخواد که چند مورد دیگه از صفحات قرآنهای موسوم به قرآن صنعا که از دانشگاه‌های آلمان تهیه کردم رو با قرآنهای امروزی مقایسه کنم. این قرآنها همه متعلق به قرن اول هجری هستند و قبل از سال 40 هجری نوشته شدن. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نکته بعدی که میگن
اینه که قرآن صنعا قدیمی ترین قرآن هست. این در حالی است که ما در برنامه شماره 12 نشون دادیم که قدیمی ترین قرآن در یکی از دانشگاه های انگلستان نگهداری میشه و قدمت اون به دوران زندگی پیامبر اسلام برمیگرده. فلسفه بافان گرامی بعد از ساخت افسانه هاشون در مورد قرآن های کشف شده در صنعا، برای اینکه بتونن قرآن رو تحریف شده جلوه بدن، تلاش کردن که اونها رو قدیمی ترین قرآن جلوه بدن تا با خیال بافی هاشون بگن قرآن اولیه فرق داشته و سپس به شکل امروزی در اومده. غافل از این که کشف قرآن صنعا متعلق به حدود 40 سال قبل بوده و در طول این مدت قرآن های قدیمی تری هم کشف شده. کشف این قرآن و قرآن های دیگه‌ای که در کتابخانه های دنیا نگهداری میشه، عملا نظر فلسفه بافانی که معتقدن که قرآن بعد از پیامبر نوشته شده رو رد میکنه. اما گذشته از مطالب گفته شده، نکته جالبی که در برخی از صفحات قرآن ها وجود داره، نوشته ها و آیاتی است که وجود داشته، سپس پاک شده و روی اون دوباره آیات قرآن نوشته شده. این نوشته ها رو میشه به کمک اشعه ماورای بنفش مشاهده کرد. از بین تمامی صفحاتی که در صنعا کشف شده، فقط چند برگ از اونها چنین خصوصیتی دارن. این مطلب نشون میده که از این صفحات که از پوست حیوانات بوده، ابتدا به عنوان چک نویس استفاده میشده و سپس پاک میشده و متن اصلی روی اون نوشته میشده. در واقع نوشته های اولیه قرآن محسوب نمیشه، بلکه مجموعه ای از آیات، تفسیرها، علامتها و همه اون چیزایی بوده که کاتبان وحی در اون لحظه احساس کردند که مهمه و نیازه که بنویسن. دقیقا مثل خود ما که در حین سخنرانی های مهم نکته برداری میکنیم و مطالبی که به نظرمون مهم میاد و احتمال میدیم که بعداً یادمون بره رو مینویسیم. این چک نویس ها ممکنه فقط برای ما که نویسنده اون هستیم قابل فهم باشه. کاتبان وحی هم به همین صورت مطالب مهم رو مینوشتن و بعداً اونو پاک کرده و جای اون اصل قرآن رو مینوشتن. این نوشته ها بعداً که اسلام گسترش یافت، توسط مبلغان اسلام به شهرهای دیگه برده شد. در برنامه‌های آینده در مورد روش نگارش کاتبان وحی بیشتر توضیح خواهیم داد. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من بابای زئوس هستم.